پاشمال گربه هر وقت تصمیم می گرفت خودش را نشان دهد، بهترین همبازی کوین و لیندا می شد. من هم یه گربه سیاه دارم. خب اول اینکه سلام، از اونجا که من این ویدیوها رو بعد میذارم یوتیوب، یه سلامی بکنم به اونا که دارن نگاه میکنن. و اینکه در مورد یه چیزایی میخواستم صحبت کنم، اینکه اول اینکه شنیدم که ویپت دونوم یکم مریض شدن و اینها به خاطر واکسن هستش و معلوم یه مقدار طبیعی هستش که مریض بشین. حتی من یادمه که به کاکسن کرندور که گوش میدادم، اگر گوش ندادید حتما گوش بدید، کاکسن کرندور پادکست، تعریف میکردن که مثلا توی آمریکا که واکسن دوز اول رو که زده بودن خیلی حالشون بد شده بود. بعد حالا نمیدونم اونجا واکسنشون چی بوده، من اصلا در جریان این چیزا نیستم، دکترم نیستم. میگفتش که بهترین چیزی که استفاده کردن استامینوفن بوده. حالا من نمیدونم واقعا تاثیرش چجوریه، ولی اونجا بهش گفته بودن که به کرندور گفته بودن که مثلا استامینوفن بخور، که بعد کرندور به کاکس گفتش که استامینوفن بخوره. و امیدوارم که حالا استراحت کنن ویپد دونو و حالشون بهتر بشه. یه چیز دیگه، من پس فریروز رفتم، یعنی مهمان یه پادکستی بودم. حالا میدونم شاید اومدید بازی رو نگاه کنید و ادامه ببینید بالاخره من میتونم این قار رو شکست بدم یا نه، ولی برای من خیلی جالب بود که توی یه محیط خیلی حرفه‌ای قرار بگیرم و جلو دوربین قرار بگیرم. دو تا دوربین بود، نمیدونم حالا چطور شده. من احساس من خیلی چرت و پرت گفتم، ولی اب نداره، به هر حال یه تجربه ای بود و توی یه شات گرفتن. حالا نمیدونم خوب بود بد بود خراب کردم یا نه، ولی خیلی کارگردانی که بود اونجا و داشت نگاه میگرد گفت خیلی طبیعی بود، یعنی توی شات گرفتید حرفا که زدید خیلی طبیعی و نرمال بود. نمیدونم حالا مثلا اون کلاسی که وقتی من بچه بودم، دبستان که بودم، یه کلاس بازیگری رفتم و زیاد نموندم، حتی یعنی تا آخرش موندم، ولی زیاد خوشم نیومد از اینکه با بقیه کار کنم و آدمی نیستم که با بقیه زیاد راحت کنار بیاد. و نمیدونم حالا اون تأثیر داشت یا نه، ولی یه مشکلی که بود اونجا که مثلا اون کلاس بازیگری که من رفتم به من میگفتن که توی دوربین نگاه نکن، چون طبیعی به نظر نمیرسه که مثلا تو داری یه فیلمی بازی میکنی، یه کاراکتری هستی و بیای زل بزنی تو دوربین، مگر اینکه حالا مهران مدیری باشی. و ولی خب توی تاک شوها و توی همچین پادکست های ویدیویی که تصویر داره، تو داری با مخاطبت حرف میزنی، در نتیجه باید توی دوربین نگاه کنی. در نتیجه یه مقدار تفاوتی داشت. حالا نمیدونم من توی دوربین من نگاه کردم یا همش چشم به در دیوار بود، مطمئن نیستم. نمیدونم پادکست چطور پیش رفته، نمیدونم که آپلود بشه. احساس میکنم که قیافم، یعنی ظاهرم شبیه پیرزنا بوده، من خیلی سنم زیاده، خب شبیه پیرزنا اوباسانم برای خودم. و آره، بعد علاوه بر اینکه ظاهرم شبیه پیرزنا بود، احتمالاً چرت و پرت زیاد گفتم. و من گفتم که یادمه که گفتم، کل حرفامو حقیقتش یادم نیست، ولی یه جا گفتم که پلاتینیوم اند خوبه برای این فصل اگر کسی میخواد نگاه کنه. و بعد اومدم خب من خیلی هیجان داشتم برای قسمت جدید، می‌خواستم ببینم چه اتفاقی میفته، چه درگیری پیش میاد. بعد که اومدم خونه، همون شبش قسمت جدید اومد و من خیلی زایه شدم و خیلی یه جوری بود، یعنی یه کمی ناامیدم کرد. شاید این قسمتش همجوری مثلا فیلر بوده. اولی از نظر طراحی و این چیزا برای خودش یه چیز خاصی بود، یعنی یه چیز خاصی هست،
و خب جدیده دیگه، یکم بروزتره نسبت به مثلا انیمای قدیمی تر و اینا. سلام سلام، خیلی خوش اومدی. داشتم حرفامو میزدم برای که بعدم بذارم توی یوتیوب. خیلی خوش اومدی پاکسی کیت، اگر اسمتو درست گفته باشم. خلاصه که من توی این پادکست شرکت کردم، نمیدونم چه رختی میشه، و خیلی خوش اومدی کنشیرو ساما، خیلی خوش اومدی. سلام، هلو، ای مرسی مرسی. من توی یوتیوب دیدم که ویپدونو پیام گذاشتن که حالشون بد شده به خاطر واکسن، خیلی ناراحت شدم، ولی خب طبیعی دیگه. من البته خودم هنوز نزدم راستش، یعنی فرصت نکردم برم بیرون که بزنم، من همش تو خونم، ولی خیلی ناراحت شدم که حالشون بد شده بود. اول یعنی ویدیو رو یعنی دارم یه حالت ویدیو مانند دارم ضبط میکنم که بعدم بزنم یوتیوب، و اونجا اول گفتم که خیلی بد بود این خبری که شنیدم، ولی امیدوارم بهتر بشه. حالا یکم به بازی بپردازیم، بعد حالا در مورد چیزای دیگه هم می‌خواستم صحبت کنم، ولی خب زیاد مهم نیستم، پادکست بیشتر مهم بود که حالا بعدم ببینم چه رختی میشه. البته شیر نمی‌کنم. لینک یوتیوب فکر کنم گذاشته بودم، ولی خب زیاد یوتیوب زیاد فعال نیستم من، ولی خب همینا رو میذارم یوتیوب حقیقتش. یه لحظه من پیداش کنم. گذاشته بودم لینکشو، نمیدونم چرا نمیاد اینجا. استریمر فعالی نیستم، من همجوری به صورت تفریحی خیلی میام هر موقع که بازی کنم و اینا، میگم که حالا یه استریمم بریم چیزی نمیشه. مرسی مرسی از فالو، آریگاتو گوزایماس، آریگاتو گوزایماس. ありがとう! ありがとうございます! مرسی مرسی از فالو، ممنونم. من بالاخره رسیدم. آره یوتیوبم زیاد جدی نیست حقیقتش، یعنی اولش مثلا میخواستم خیلی جدی شروع کنم، مثلا معرفی انیمه باشه، چه بدونم معرفی مانگایی که باشه که میخونم، ولی از اونجایی که مثلا یه شغل ثابتی دارم، اونم بیشتر یه حالت چیزه، مثلا هم موقع وقت کنم بذارمه، زیاد جدی نیست. آره ولی خب دوست داشتم، خیلی دوست داشتم که مثلا یاد بگیرم مثلا چجور ویدیو رو ادیت کنم و اینا. یه دوره یه چیزم رفته بودم، ادوب پریمیرم حتی رفتم که مثلا یاد بگیرم، ولی چون این کاری که دارم خیلی چیزه اذیت میکنه و سنگینه گاهی، دیگه وقت نمیکنم همزمان مثلا هم ادیت کنم هم بخوام. ولی کار ادیت رو خیلی دوست داشتم، این که مثلا یاد بگیرم. خب تنبلی هم هست دیگه، مثلا من واقعا ویپدونو وقتی
چیز میکنن، مثلا هر روز میذارن، هر روز ادیت میکنن، بعد ادیتاشون هم خیلی خوبه، بامزه است. من حقیقتش اونقدر پشت کار ندارم، حسیدیم میشه مثلا 1% اگه من پشت کار داشتم شاید مثلا یه چیزی میشد اون همون یوتیوب و اینا، ولی خب زیاد چیز نیستم، من پشت کار ندارم. اقالی راستی یه بازی ایرانی هستش، Children of Morta، اگر دوست داشتید خودتونم بازی کنید، خیلی بازی خوبی ساختن به نظر من. یه بکنم یه شرکت نسبتا قدیمیه که اریگاتو گمباریماس، یه شرکت ایرانی رو ساخته و قبلا فکرم گرشتاس اگر اشتباه نکرده باشن اسمو، I'm dying، oh dear lord. I'm not a gamer، I'm dying، oh no. Okay okay I got this، I got this. Nice. I got this. Yes, yes, yes. Areva Nanda. اینه که جدید اضافه شدن که آره بازی شبیه تقریبا حادثه. اینا یه سری گاردین هن از جنگل و اینا محافظت میکنن، بعد حالا یه سری موجودات خبیثی جنگل رو، علاوه بر این که جنگل رو دارن نابود میکنن و حیوانا رو میکشن و اینا، I'm dying. کلن یه موجودات خبیثی هم، بعد باید توی این غارا ما یه راهی پیدا کنیم که اون الهه رو نجات بدیم و آزادش کنیم تا بیاد و جنگل رو نجات بده از دست اینا. و من خودم رو کشتم تا غار اول رو تموم کردم، ولی خب میگم زیاد گیمر طور نیستم، من همچنین تفریحی بازی میکنم بیشتر. بعد سعی کنید زیادم سریع تمومش نکنید، چون این چیزه داستان محوره، و مثلا هر بار که شکست بخورید و برگردید چیز خونه، یه بخشی از داستانم براتون تعریف میکنه، مثلا هر کدوم از کاراکترها که اضافه میشن و اینا هر کدوم یه داستانی دارن. اسپید ران بازی میکنی؟ احتمالاً سریع برنده بشی، من خیلی طول میدم. مثلا هر کدوم از کاراکترها یه داستانی داشتن تا اینجا، مثلا پسر بزرگتره برگشت، یه سگی رو اینجا نجات دادیم زخمی شده دیگه، بعد به این حیوانایی که از جنگل پناهنده میشن میتونیم غذا بدیم. خیلی طراحیش هم خیلی خوشگله به نظر من، قشنگ درست کردم. فکر کنم باید با لیندا بریم، چون جان یه کمی سخته. البته فکر کنم کیفیت استریم هم خیلی پایینه، چون چون سرعت اینترنت هم خیلی پایینه.
ولی خب آره بیتریتش رو خیلی پایین گذاشتم، ولی خب دیگه اگر بالاتر بزنم خیلی چیز میشه، لگ داره. گوشه نه، گوشه نه. رون هیتس رون. این از اولی خیلی سخت داره، بازه من اولی هم کلی طول دارم تا تموم کنم. اگه یه جا وایسن من میزنم. اینا مرزایی که هستن آبی رنگن یا طلایی رنگن، وقتی که واردشون میشی دیگه اونا دنبالت نمیان و از این نظر خیلی خوبه که مثلا فرار کنی. و اینا خیلی بده، اینا که تاج دارن، تاج مانند دارن، خیلی کاراکترهای بدی هستن. مرسی مرسی. آره من توی چت‌ها دیده بودم اسمتون رو و خیلی خوشحال بودم، خیلی خوشحال شدم که اومدین توی استریم من و نمیدونستم چی بگم حقیقتش تا حالا این همه جمعیت یهو اینجا نیومده بود. مرسی مرسی، لطف داری. سعی میکنم یوتیوب هم یکم فعالتر باشم، ولی خب من اونقدر محتوای خاصی ندارم. مثلا حتی آف تاپیک هایی که میذارن به نظر من خیلی جالبه، مثلا همین در مورد این هیجان و اینا که صحبت کردم به نظر من خیلی جالب بود، ولی خب مثلا من اونقدر شاید محتوای خاصی نداشته باشم که بخوام بذارم، ولی برای همین اعتماد به نفسم کف جوبه رسمن. ولی خب تلاشمو میکنم. چرا همه دارن به این کوین حمله میکنن؟ چطورونه اینا؟ چرا انقدر تعدادشون زیاد شد؟ آه راجع انیمه؟ کانال یوتیوب میذارین؟ لینکشو بهم میدین؟ باید نیستم که ظاهر میشن و یومی یکم هم این بازی شبیه باستیونه، باستیون حالا اسمش رو اگه درست گفته باشم
آره تو داخل چت بذارید. خیلی هم ممنون میشم. الان من با اینا چیکار کنم؟ اینا چیه؟ آریگاتو. حتما چک میکنم. الان برم داخل یوتیوب بکنم و فیلتر شکم بزنم. یه لحظه پیچه شکم میزنیم. هیچ اشکال نداره. چه اشکالی داره؟ سابسکرایب کردم. ایول چقدر ویدیو خودتون ادیت میکنین همه رو؟ سامنیلم که ایول اصلا این یکی از دوستای من هست میگه که حداقل ویدیو تو هم ادیت نمیکنی یه سامنیل مثلا بندنگشتی جالب بذار. و من حتی حسنه هم نمیکشه برم بذار فوتوشاپ باز کنم یا خب باشه این عکس ها رو میذارم اینجا. خیلی تنبلم، یعنی من دقیقا برعکسم. اینا رو باید بعدا نگاه کنم چون الان خیلی سرعت یواشه. مرسی لینک رو گذاشتین. الان چی شد؟ الان اینا رو برمیداریم؟ اوکی. من نفهمیدم اینا چی بودن ولی هرچی بودن خیلی خوب بودن. ایول میریم که ببینیم چی میشه. اوکی. نه بعد از همین برمیرفتم اشتباه کردم. صحنه های دلخره زیاد داره اینجا. اینا بگیریم. آره ایوه همیشه طلا میده ولی چیز نیست. هیلینگ پوینت، هیلینگ پوشن که میخوای نیست. نظرتون رو بگیرم یا نگیرم چون این یکی داره تموشه بگیریم. آره چابکی هم خوبه. کاش اینترنت ما میکم چابک بود. هیچ چیز پلیدی نمیتواند از این سپر عبور کند. این
این بازی جالبش اینه که چیز ژاپنی هم داره، یعنی یه دوبله ژاپنی هم روش گذاشتم، بعد طرف صداش خیلی همجوری خیلی مردونه طور، نمیدونم چجوری تصور یعنی بگم براتون، باید گوش بدین حتما. انگلیسیش هم خیلی خوبه، یعنی خوب کار کردن به نظر من. I'm a lady. I'm walking here. No way. یه مدت کدسای. نمیذارم. جمع شدن دور اون رئیسشون، نمیذاشتن من بزنمش. ژاپنی آخه زیاد صحبت نمیکنه اینجا. اولش اینجا نمیتونم تغییرش بدم. من بعد از بازی خارج بشم که بشه اینجا زبان صدا رو تغییر داد. ولی قبلا عوضش کردم رو ژاپنی گذاشته بودم توی یکی از استریم ها. جالب بود. ごめんなさい در ژرفنای تاریک غارها، دورتر از آن که مسافری خسته جرأت رسیدن به آن را داشته باشد، تالار آنایدایا و محافظ سنگی او قرار داشت. نخستین گام در راه رسیدن به خدای کوهستان. از دست دادیم. نه این هم چیزی چی؟ من هم امیدم بود که یه جا چیز بدهم. هیلینگ پوشن بده نداد آخر. ای بابا. آخر چرا؟ آخر الان این جمعیت من چیکار کنم؟ یکی از گزینه‌هایی که داره اینه که میشه مثلا دو نفری بازیش کرد انگار، ولی من تا حالا امتحان نکردم، یعنی مولتی پلیئر نیست. چرا میان؟ حتما. آره دیسکورد هم هستم، ولی فقط تو سرور چیز بودم دیگه، یعنی فقط تو سرور ویپد بودم. ویپد نه و بیم سرطان سکواد یس سرطان سکواد. نیایش های زائرین در فضا تنین انداز شده بود. دلهای آنها سرشار از ایمان به معبودی بود که شاید در جایی در این دالانها غرق در خوابی سنگین بود. قهرمان نمی دانست که فردا اگر بازگردد چه تعداد از آنها را زنده خواهد یافت. احتمالا هیچ کدوم. یه نکته دیگه هم که هست، کلن این مپی که هر دفعه بازی می کنیم عوض می شه، یعنی رندومه. شوخی گرفته. حالا من با این چیکار کنم؟ هلو یه این من خوب؟ اوه بوی نمیاد، باهوشه این. مردم.
دوشم نرس دوشم کامل نکردم ای وای خیلی سخته این یا من خیلی بد بازی میکنم احتمالا گزینه دومه 100% گزینه دومه حالا استریم بعدی سعی میکنم بزنمش روی زبان ژاپنی البته احتمالا نصف داستان نفهمم ولی خب خوبه تمرینم میشه برای اینکه یاد بگیرم از فکرم بقیه شو بزن من فردا چون الان هم هی پیام میان که این کارو بکن اون کارو بکن از سر کار اذیت میکنن یکم و بعد برم مرسی مرسی از همه کسایی که فالو کردید امروز من واقعا ممنونم از همگی آره من کم کم برم برن خدافظ